سلام، درود به فاکتور استودیو، خوش اومدید. من عرفان هستم و امروز با داستان کامل اسپایدر ورس در خدمت شما. بله، کاملا درست شنیدید، اسپایدر ورس. این داستان با داستان انیمیشن زمین تا آسمون فرق داره و داره یک رویداد جدید رو روایت میکنه، رویدادی که به اندازه انیمیشنش میتونه براتون جذاب باشه. پس اگر دلتون میخواد این داستان جذاب رو از دست ندید، تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. یک روز دیگه از مبارزه با جرم و جنایت شروع شده بود و اسپایدرمن مایلز مورالز کار ایتبال شرور رو با یک چوب بیلیارد ساخت و همون لحظه که با چوب به ایتبال ضربه زد، فریاد زد و گفت: برو اون گوشه، فهمیدی؟ چون تو توپ شماره 8ی. ایتبال آهی کشید و بهش گفت: داداش، داری زیاده روی میکنی؟ من فقط میخواستم برم یوسون از اینجا رد شدم. اما همون لحظه مایلز با تارهاش داشت اونو تناپیچ میکرد که همون لحظه توی سرش یک صدایی شنید، صدای یک دختر که اونو داشت صدا میزد. مایلز داشت دیوونه میشد. از اون شرور دور شد. چی؟ من دارم جلوی آدم بدا رو میگیرم، الان دقیقا داره چه اتفاقی میفته؟ اون صدا دوباره توی سر مایلز پیچید و مایلز فریاد زد: تو کی هستی؟ چجوری توی سر من داری فریاد میزنی؟ من اسپایدر زیرو هستم، یک موجود نانو در فرکانس آراکنو، و اومدم که توانایی هماهنگی‌های فضایی فوق‌العاده‌ای تو رو قفل کنم. آماده باش. قبل از اینکه مایلز بتونه حرکتی کنه، یک دست تار به پشت اون چسبید و اون رو به سمت پورتال کشید. اسپایدر زیرو بهش گفت: همه چی اوکیه، تو در حال استخراج تار عنکبوت با سرعت 130 برنز بر ثانیه در مولتیورس هستی. بخوام ساده‌تر بهت بگم، تو روی یک اتصال رشته‌ای فوق‌العاده قرار داری و یه جورایی داری به سمت حاشیه‌های بالایی صفحات موازی حقیقت سر می‌خوری. این وب زندگیه، وب سرنوشته. صبور باش مایلز. همون لحظه مایلز افتاد توی زمین 19-20-13-525، یعنی منهتن، و یک گروه نوجوان با تم اسپایدی اطرافش تاب می‌خوردن. یکی از اونها مایلز رو گرفت و بهش گفت: باید ماسکتو در بیاری، میخوای آیرون من حسابتو برسه؟ مایلز گیج شده بود و پرسید: کی؟ و همینطور که داشت اطرافش رو نگاه میکرد، دید که یک گروه از گابلین ها بالای سرش هستن. اما اسپایدر زیرو دوباره توی سرش فریاد زد: اشتباه اومدی، کجایی الان؟ مایلز پرید طرف یکی از گابلین ها و گفت: من مطمئن نیستم، فکر کنم توی یک مبارزه گانگستری گیر افتادم. اسپایدر زیرو بهش گفت: محکم بچسب، میخوام دوباره بکشمت عقب. و به داخل کشیده شد و مایلز رو توی مولتیورس میچرخوند و انداختش توی زمین 14-11-319 در قلب مانستر هتن. مایلز به هیولاهای اطرافش نگاه میکرد، اونها سرش داد و فریاد میکردن و در عوض وادارش میکردن که اون هم سرشون داد و فریاد کنه. مایلز سعی داشت بفهمه که چه خبر شده که یه هو صدایی بهش گفت: اینجا فقط یه اسپایدر وجود داره و اونم اسپایدر مانستره. اسپایدر مانستر داشت به مایلز میرسید که ناگهان مایلز به سمت پورتال کشیده شد و افتاد روی زمین 10-11-35-19 دقیقاً وسط کوینز کریتر. همین که به اطرافش نگاه کرد، متوجه شد افتاده روی ماشین اسپیدینگ اسپایدر. یک مرد با ماسک اسپایدری رانندگی اون ماشین بود و فریاد زد: بپر بالا، این آخرین سواری بشریت اسپایدر کوچولو. مایلز روی صندلی سرنشین نشست و پرسید: منظورت دقیقاً از آخرین سواری بشریت چیه؟ اون مرد بهش گفت: ما داریم از یک قوطی محافظت میکنیم، بعد از جنگ این آخرین نمونه DNA غیر رادیواکتیوی انسانی خواهد بود. جهش یافته ها برای پایان دادن به نسل بشر از هیچ کاری دریغ نمی کنن، به همین خاطره که من، یعنی لورد اسپایدر، باید از آخرین و تنها شانس بقای نسل بشر حفاظت کنم. مایلز پشت سرش رو نگاه کرد که ببینه چه خبره و دید که جهش یافته ها دارن تعقیبشون میکنن. قبلا اونها رو به اسم ایکس‌من میشناخت، اما صدا دوباره بهش گفت: تو دوباره اشتباهی رفتی؟ الان درستش میکنم. مایلز سعی داشت بهش بگه که صبر کنه، اون میخواست به لورد اسپایدر کمک کنه، اما در یک چشم هم زدن دوباره از هستی ساقط شد. این بار هم اسپایدرمن اشتباهی فرود میاد. اون داخل زمین 138 جایی که اسپایدر پانک در حال مبارزه کردنه. اون اسپایدرمنه؟ مایلز خیلی سریع فرود میاد و یک لگد توی صورت دشمن اسپایدر پانک میزنه و بهش میگه: بالاخره یکی رو شناختم. مایلز، چطوری اومدی اینجا؟ فکر میکردم شبکه زندگی و سرنوشت خراب شده.
منم همینطور، ولی یکی که اسمشو گذاشته اسپایدر زیرو مثل یویو من رو از یه دنیا به یه دنیای دیگه میکشه. اه جدی میگی؟ خوشحالم اینجا داداش. راستشو بخوای کلیسای جهانی اینجا یه نقشه هایی برای برونکس داره. یه جوری حرف نزن که انگار من باید بدونم داری راجع به چی حرف میزنی. اونا خیلی سری با هم دیگه دشمناشون رو از پا در میارن. اما دوباره اسپایدرمن به درون پورتال کشیده میشه. اون افتاد روی سرزمین بیرنگی زمین 51778. اونجا خونه ی اسپایدرمن تاکویا است. تاکویا بهش گفت برادر اسپایدری من، خونه داغ تو رو توی ماجراجویی‌هات محافظت میکنه. تنها آتش جوانی هست که میتونه توی همچین ماجرایی جون سالم به در ببره. بیا جلو یکم. اتسکیو منو بخور. مایلز همون لحظه یقه تاکویا رو گرفته با فریاد پرسید چه اتفاقی داره میافته؟ اسپایدر زیرو کیه هان؟ تاکویا فریاد بلندی زد اسپایدر زیرو، و بعد شروع کرد به خوندن. اسپایدر زیرو خونه بدوشه، توی هیچ جهانی اون نمیتونه کنه زندگی. ای وای، اون مسئول وب هاست، ازش میکنه حفاظت. آقا شاکریم ارادت. مایلز میگه تو اسپایدر زیرو هستی؟ اما همون موقع یک بچه وارد اتاق میشه و میگه در واقع من اسپایدر زیرو هستم. تو یه بچه ای؟ من از تو بزرگترم؟ اسپایدر زیرو گفت من به کمکت احتیاج دارم، ما باید وب رو نجات بدیم. خیلی خب، وب زندگی و سرنوشت خراب شده ها؟ توی اسپایدر گدان منفجر شده، درسته؟ مایلز و اسپایدر زیرو ناگهان ناپدید شدن و تاکویا با آواز خوندن و رقصیدن ادامه داد، انگار که همه چیز نرماله و هیچ اتفاقی نیفتاده. چند لحظه بعد در زمین 201 که قبلا جهان لوم یا جهان بافندگی بود و وارثان توش زندگی میکردن و قبلتر از اون سالن اسپایدرها بود، مایلز به وب زندگی و سرنوشت نگاه میکرد و گفت او پسر، اون برگشته. اسپایدر زیرو هم گفت اون همیشه باید باشه و وقتی هم خراب شه طراحش یه دونه جدید ازش میبافه. طراح؟ منظورت انیمه پارکر دیگه، درسته؟ درسته، انیمه برای طراحی وب انتخاب شد و مسئول مراقبت از اونم بود، اما باید بدونی که وب فاسد و خراب شده و هر چقدرم که قطعش میکنم باز هم بیماریش منتشر میشه. ما باید وب رو درست کنیم و البته انیمه رو پیدا کنیم. مایلز بهش نگاه کرد و گفت خب چرا نمیری سراغ اسپایدرمن واقعی؟ چرا پیتر پارکر نه؟ اسپایدر زیرو هم گفت چون ما نسل جدید هستیم، تو، من و انیمه. آره قبل از ما هم کسایی هستن، اما این وظیفه ماست. ما جدید هستیم و این وب هم جدیده. همه چیز درست میشه و ما کسایی هستیم که این کارو میکنن. اوکی خر شدم، بیا همه بچهای دیوونه رو دور خودمون جمع کنیم و جهان رو نجات بدیم. اصلا از کجا باید شروع کنیم ها؟ اسپایدر زیرو به وب نگاه کرد و گفت از هر جایی میتونیم شروع کنیم، اما اولین جهانی که مایلز باید ازش دیدن کنه جهان تماشایی اسپایدرمنه. جهانی که توی اون پیتر پارکر نبود که توسط عنکبوت رادیواکتیو گزیده شد، بلکه در واقع زنعمومه ای بود. پیتر توی این جهان داره به زنعمومه ای توی ساخت گجت هاش کمک میکنه و میخواد مطمئن بشه که کارهاش پیش میره. یک روز پیتر متوجه یک حقیقت شوکه کننده شد. همشون میدونستن که دارن توی مولتیورس زندگی میکنن، اما چند جهان دیگه وجود داره و اگر توی اون جهان ها ورژن های شرور خودشون وجود داشته باشن و منتظر فرصت باشن که بعد دقیقاً همون فرصته. در همین لحظه پورتال باز میشه و پیتر و ابو بن شرور ازش میان بیرون و کارنیج می هم همراهشونه. کارنیج می فریاد زد اینا اصلا جوک نیست، فقط پایان. درست فکر کردی، ما به همون نتیجه رسیدیم که تو رسیدی. عشقا هر چیزی که احتمال وقوعش باشه باید اتفاق بیافته، چون اگه انتخابی نباشه و اگر چیزی واقعا مهم نباشه حداقل تو میتونی کسی باشی که اینو اثبات میکنه. وقت مردن زنی که یه عنکبوتی. همون لحظه مبارزه بین اونها شروع شد که ناگهان مایلز وارد شد و مشت محکمی به کارنیج میزد و بهش گفت مرسی که کارم آسون کردی تا تصمیم بگیرم کدومتون آدم خوب است. مایلز و اسپایدر می کارنیج می رو زدن زمین و اونو با تارهاشون تناپیچ کردن. همین که مایلز میخواست توضیح بده که چه خبره، کارنجمه پرید وسط حرفش و گفت نیاز به توضیح نیست، خودم دقیقا میدونم چه خبره و خیلی خوبه که دارم دوباره میبینمت.
اسپایدرمام یا همون زنم اومی شروع به سوال پرسیدن در مورد کارنیج می کرد و توضیح داد که لباسش خیلی قدرتمنده و مایلز درباره سیمبیوت ها توضیح داد و برای نشون دادن نقطه ضعف سیمبیوت به کارنیج می شوک وارد کرد و دادش از درد به آسمون رفت و افتاد زمین. اسپایدرمام پرسید آیا شخص اسپایدری دیگه هم وجود داره که شبیه تو باشه؟ و مایلز گفت نه بابا من اورجینالم. همون راست صدایی گفت میدونی خیلی جالبه، منم میخواستم همین جمله رو بگم. اون مایلز شرور بود که از پورتال پرید بیرون و به مایلز و اسپایدر مام شوک وارد کرد و فوراً کارنیج می رو آزاد کرد. کارنیج می گفت بفرما، اینم از مایلز شرور. زود باش بیا، من دلم یه کمی سرگرمی میخواد. ورژن های شرور راهشون رو کشیدن و رفتن سراغ پیتر و عمو بن. اما مایلز زیر لب گفت که بازی هنوز تموم نشده و برخلاف اون چیزی که اون شرور فکر میکنه، اون شوک هیچ تأثیری روی لباسش نداشته. مبارزه دوباره شروع شد. اسپایدرمام از پیتر پرسید که چیکار میتونه بکنه. مسلما با یه قدرت تنها نمیتونن پیروز شن. عمو بنم گفت که بهترین راه اینه که اونها رو به جهانهای خودشون بفرستن. پیتر هم فکر کرد و به نظریه‌ای رسید که میتونست این اتفاق رو عملی کنه. ایده پیتر جهانهای موازی بود که در یک مکان سه‌بعدی فضایی روی همدیگه قرار گرفتن و اگر به یک نقطه ثابت که همزمان در همه جهانها وجود داره ضربه وارد بشه، پورتال بین بعدی پاره میشه. اما مشکلی که هست اینه که اونها به تریلیون ها اسپایدرمام موازی نیاز دارن که از بازه های زمانی مختلف به یک نقطه خاص تار پرتاب کنن، اما هیچ راهی وجود نداره که بشر اونها رو با همدیگه هماهنگ کنه. اسپایدرمام لبخندی زد و گفت هرگز نگو هرگز. مایلز لوگو. مایلز همینطور داشت به پرتاب کردن تارهاش به نقطه مشخص شده ادامه میداد و در همون لحظه تمام اسپایدر مام های سراسر مولتیورس به همون لوگو تار می زدن. پورتال پاره شد و پیتر تعجب کرد و با خودش گفت چطوری این اتفاق افتاد؟ اسپایدر مام هم گفت که این کار خیلی راحته و اون نقطه ای رو هدف قرار داده که خودش رو یاد اونو بین می دازه، چون باور داره تنها یک چیز ثابت در سراسر جهان وجود داره و اون عشقه. همون لحظه بود که همه نسخه شرورها به داخل پورتال های بین بودی خودشون مکیده شدن. اما به نظر می رسید که این کافی نیست و پیتر به اسپایدر مام گفت که ورژن های دیگه هم باید بهشون ملحق بشن. همه ی پیتر ها و بن های دیگه بهشون ملحق شدن و قدرت پورتال بیشتر شد و همه ی ورژن های شرور رو به درون خودش کشید. به محض اینکه پورتال بسته شد، همشون سعی و سالم افتادن روی زمین. بعد از اینکه جهان نجات داده شد، اسپایدر زیرو مایلز رو از اونجا بیرون کشید تا به جهانی اون رو ببره که نیاز به کمک داره. اما همین که همه اونجا رو ترک کردن و به نظر می رسید که همه چیز تمام شده، پیتر جهان اسپایدرمام یک صدای خراشیده شدن از اتاقش شنید و به نظر می رسید یک تیکه از کارنیج اونجا جا مونده. مایلز به سرعت در جهان بعدی فرود اومد. اون و پنی پارکر، دختری که یک لباس زرهی پوشیده بود، روی پشت بوم ها می دویدن و عمو بن براشون پیام رادیویی می فرستاد و می گفت که باید عجله کنن. ضربان قلب داره به سرعت کاهش پیدا می کنه. همون لحظه انفجاری به مایلز و پنی برخورد کرد. پنی فورا پاهای مایلز رو چسبید و نذاشت که بیفته. مایلز پرسید کی بمب پرتاب کرد سمت ما؟ شما توی این جهان گرین گابلین دارین؟ پنی پرسید اون دیگه چیه؟ بن بهش گفت که باید برگرده پایین و ببینه چه چیزی در انتظارش بود. اما پنی گفت نه، من باید برم اونجا، وگرنه دردویل ممکنه بمیره. بن هر لحظه یک صدایی میشه، صدایی که بهش میگفت اون خیلی شجاعه، تو خیلی باید به خودت افتخار کنی. تو کی هستی؟ یه دانشمند باید یه کارگاه هم باشه. بن بن فهمیده بود که چه خبره. اینا همش یک دامه و دردویل هم تومه است. همون لحظه دوباره یک انفجار دیگه به مایلز و پنی برخورد کرد. اونا میخواستن بدونن که این انفجار ها از کجا میاد که یه هوی صدایی گفت من مردم و دوباره متولد شدم و این افکار من در مورد تو بود که منو برگردون از دخمه های یخزده مرگ به سمت شکار. همین لحظه بود که حواس اسپایدری مایلز فعال شده بود و میخواست به سمت خطر بره. اما ناگهان انفجاری کنار پنی رخ داد. اون شارژ لباسش تموم شده بود و به مایلز گفت تو برو سراغ دردویل، اون به کمک احتیاج داره. و این حرفش فقط به این دلیل بود چون خودش تا زمانی که شارژ لباسش به 100% نرسه هیچ کاری ازش بر نمیاد. شروری که در نزدیکی اونها بود بهشون گفت آره تو برو. و همون موقع بود که اون شرور ظاهر شد. عمو بن بهشون گفت اون شبیه کریونه. و مایلز گفت قابل پیشبینی بود، ما کریون رو توی جهان منم داشتیم.
مایلز دور کریون تار پیچید و شروع کرد به کتک زدن اون و بعد پرتش کرد روی زمین. بن همینطور که به مبارزه مایلز و کریون نگاه میکرد با خودش داشت فکر میکرد و گفت کریون که قبلا مرده بوده، چطوری ممکنه الان دوباره زنده شده باشه؟ خیلی عجیبه. و در تمام این لحظات اون صدای مرموز باهاش صحبت میکرد. بن فورا فهمید که چه چیزی کریون رو احیا کرده، چه کسی باعث این درد سر شده، چه کسی دردویل رو تومه قرار داده. همه ی این کارا زیر سر کسی نیست جز رد دایموند یا الماس سرخ. اون طرف توی خیابون شارژ اسپایدر سود به 100% رسید و پنی فریاد زد بالاخره تموم شد و وب غلیظی رو به سمت کریون فرستاد. کریون گفت تو نمیتونی ببری چون این شهر تو رو دوست نداره. پنی جبه کمک های اولیه رو به مایلز داد و بهش گفت که دردویل رو نجات بده چون کریون فقط پنی رو میخواد. اون طرف توی آزمایشگاه بن داشت توی فایل ها رو میگشت و گفت من این تکنولوژی رو میشناسم، سلاح شیر ناثان و سیکس، تو الان باید مرده باشی. آتیش سوزی تاسیسات سلاح شیر. ولی خب هنوز زنده هستم. سلاح شیر سوخت ولی ما نمردیم. به نظر میرسه که منابع دیگه سرمایه گذاری هم هستن که آدم باید به دست بیاره، البته اگر شخص دوستای درستی پیدا کنه. من مجبور شدم برای کشف پتانسیل های پروژه خودم سری عمل کنم. مجرما، تو مجرما رو ارتقا میدادی. آره، وقتی اسپایدر چشم مقامات دولتی رو گرفت سرمایه من ته کشید. تو آینده من رو دزدیدی. بنارخ کرده بود و متوجه شده بود که این ناثان بوده که مجرمای دستکاری شده ای مثل کریون رو ساخته و مسلحشون کرده. بن گفت تو خیلی دیوونه ای. آه بیادب نباش. وقتی کسی چیزی رو ازم گرفته باشه خیلی عصبانی میشم و انتقام میگیرم حتی اگر سالها طول بکشه. اون طرف توی شهر پنی همچنان داشت با کریون مبارزه میکرد و گفت چطوره که خفشی و فقط ببینی که من چجوری پیروز میشم. شارژ لباس پنی دوباره تموم شده بود. پنی خشکش زد. کریون رفت سمتش و بهش گفت تو هنوز زنده ای؟ پنی چشماش رو باز کرد و پرید روی شونه های اسپایدر سود. بن پرسید پنی چی کار داری میکنی؟ اون تو را میکشه. کریون از دیدن پنی خشکش زده بود. چی؟ و پنی بهش گفت آره من یه بچه‌ام و تو بچه ها رو شکار نمی کنی، درسته؟ همون لحظه مایلز که نامری شده بود از پشت سر به کریون حمله می کنه و یک شوک قدرتمند به سرش وارد می کنه و باعث می شه که اون روی زمین بیفته. پنی به سمت مایلز برگشت و گفت ممنون، دردویل چی شد؟ دردویل آروم اومد جلو و گفت من باید برم بیمارستان ولی فعلا زنده هم. ریسک زیادی بود پنی. آخه می دونی کریون فکر می کرد من پدرم هستم. اون دنبال پدرم بود. منم بازی رو تغییر دادم. اون از تو به عنوان تومه استفاده کرد و بعد خواست منو شکار کنه. پس منم خودم رو تومه نشون دادم و از شکارچی نامری خودم برای این کار استفاده کردم. اما برگردیم به آزمایشگاه. ناثان یک تماس رادیویی با بن گرفت و گفت تو فکر میکنی برنده شدی؟ نسخه های پیشرفته تری از سلاح شیش میفرستم سراغ تو اون دختره. مردایی که میتونن پرواز کنن و لامسه مرگبار دارن با دستان آهنی و خون سیلیکا. بن هدفون رو از توی گوشش در آورد و به کنترلر آزمایشگاهش گفت لطفاً این کانال رو ببند، میخوام در مورد این نفوذ سیستمی کار امنیتی کاملی انجام بشه. بن یه گوشه نشسته بود و عکس همسر و بچهش رو از جیبش در آورد و به اونها نگاه کرد و گفت او پسر چی کار دارم میکنم. اما مایلز همچنان داره به ماجراجوییش ادامه میده و میخواد به سراسر مولتیورس سر بزنه و بقیه ی موجودات اسپایدری رو نجات بده تا اینطوری و به سر روشت سالم باقی بمونه. جهان بعدی که مایلز به اونجا میره زمین 31913 خواهد بود، خونه ی مردی که افراد محلی اون رو وب اسلینگر یا تارتم صدا میزنن. همونطور که قطار و کامیون با هم در امتداد ریل میومدن وب اسلینگر خودش رو پرتاب کرد روی قطار. همون موقع یه گروه از ارازل داشتن قطار رو میدوزیدن. وب اسلینگر اومد پایین و از اونها پرسید بلیتاتون آوردین یا نه؟ یکی از راهزنا جواب داد جای نگرانی نیست وب اسلینگر، چون اونا در هر صورت به مسافرهایی که روی سقف قطار میشینن بلیت نمیفروشن. رهبر راهزنا دستور به شلیک داد، اما وب اسلینگر با نیروی پرتاب وبش دستاشون رو به سلاحاشون بست. رهبر راهزنا پرید جلوی قطار و مهندس قطار رو گرفت و گفت همون جا بمون کوچولو، یه حرکت عوضی کنیم مهندس مرخص میشه. فهمستی یا نه؟
به وبسلینگر شروع کرده مسخره کردنش. رهبر ارازل مهندس قطار رو پرتاب کرد سمت وبسلینگر و اهرم قطار رو تا آخر چرخوند و از پنجره پرید بیرون و گفت: اولین قانون دزدی از قطار، با راه خروج اضطراری آشنا باش. بدرود تارتن. قطار داشت با سرعت هرچه تمامتر به سمت یک تپه دینامیت که در مسیرش بود نزدیک میشد. وبسلینگر مهندس قطار رو گرفت و پرتش کرد بیرون و گفت: این به نفع خودته. و در یک چشم هم زدن با تارهاش اون رو از شاخه درخت آویزون کرد. بعدش خودش پرید بیرون و متوجه شد که وبهاش تموم شدن و افتاد توی رودخونه. وقتی که خودش رو به ساحل رسوند، مایلز رو دید که پانچو و کلاه اسپانیایی پوشیده. مایلز بهش گفت: ای توی؟ من یادت میاد وبسلینگر؟ وبسلینگر آب کلاهش رو چلوند و گفت: البته که یادم میاد. حتما تو بودی که منو با آینده فرستادی تا با اون عوضی ها بجنگم. چی باعث شد برگردی؟ من اینجام تا بهت کمک کنم وبسلینگر. ممنون، ولی نه. تو مثل یک گاوه پیشونی سفیدی. آدمای این اطراف و آدمایی مثل تو راحت نیستن. مایلز لبخندی زد و گفت: بی خیال. چه بخوای چه نخوای، من اینجام تا حرکت بعدیمو شروع کنم. وبسلینگر شروع به سود زدن کرد تا اسبش رو صدا کنه. اسب به سرعت اومد کنار صاحبش و مایلز پرسید: این اسب چجوری اینقدر سریه؟ وبسلینگر توضیح داد که خودش و اسبش، یعنی ویدو، هر دو توسط یک حشره گزیده شدن و از همون موقع هست که میتونن بدون اینکه با هم حرف بزنن منظور همدیگر رو بفهمن. بهش میگن تلپاتی. مایلز نگاهی به اسب کرد و پرسید: خب چرا ویدو ماسک میزنه؟ برای اینکه بقیه نشناسنش. آها. اون شب اون دوتا دور آتیش نشسته بودن که صدای شکسته شدن شاخه ای رو شنیدن. وبسلینگر تفنگش رو برداشت و به مزاحم گفت که خودش رو نشون بده. همون لحظه یک دختر جوان تلو تلو خوران از پشت بوته ها اومد بیرون و به زبون اسپانیایی فریاد میزد. مایلز شروع کرد به صحبت کردن باهاش و حرفاش رو برای وبسلینگر ترجمه میکرد. اون گفت که یک روسته کوچیک توی مکزیک هست که یک گروه راهزن اومدن اونجا و دارن همه غذا و پول مردم رو غارت میکنن و اگر خانواده ای چیزی نداشته باشه که بهشون بده، خانوم هاشون رو میگیرن و با خودشون میبرن. مایلز گفت: ما باید بهشون کمک کنیم. مگه نه وبسلینگر؟ مایلز همینطور به ترجمه کردن ادامه داد تا اینکه معلوم شد یک شرور به اسم ال اسکورپین یا همون اسکورپین مسئول همه این ماجرا هست. اون و وبسلینگر راهشون رو کشیدن و رفتن سمت اون روستا و همین که رسیدن اونجا صدای اسکورپین رو شنیدن که داره داد میزنه: تیکو پارشون کنید. وبسلینگر به اون گفت: من جلوشونو میگیرم، تو اونو به جای امنی ببر. صبر کن، من میتونم کمک کنم. اما ویدو به یک چشمه هم زدن اونها رو از اونجا دور کرد. همون لحظه وبسلینگر یک رشته تار رو به کاکتوسی که بین صخره‌ها بود چسبوند و یک مانه درست کرد و باعث شد پای اسب‌های راهزن‌ها بهش گیر کنه. همه از اسبشون افتادن. وبسلینگر پرید روی یکی از اسبا و شروع به تاختن کرد. اسکورپین افتاد دنبالش. یکی از راهزن‌ها برگشت و به زبان اسپانیایی فریاد زد و مایر صداش رو شنید و با خودش گفت: اونا منو روح سیاه صدا زدن. یه جورایی ازش بدم هم نیومد. اسکورپین و وبسلینگر چند دقیقه‌ای برای همدیگه کری خوندن. این روسایه بدبخت خیلی خوش شانسن که بهشون اجازه دادم زنده بمونن و به من خدمت کنن. برای اونا خدمت به من و آدمام افتخاره، ولی در عوض اونا تو رو میارن و به همین خاطر بهای زیادی باید بپردازن. آره؟ اگه انقدر که میگی ترسناکی، چرا نمیای اینو مردونه حلش کنی؟ از خجالت هم در میای ما. اینطور نیست. اسکورپین یک ضربه به بازوی وبسلینگر میزنه و ادامه میده و میگه: سوزش حس میکنی، میدونم. این زهر تعقیب کننده یه مرگه که توی رگات نفوذ کرده. زهر خطرناکترین عقرب جهان. نمیتونی به مکیو توف کنی بیرون. ظرف یه ساعت تو رو میکشه. اما وبسلینگر شروع کرد به خندیدن. چرا داری میخندی؟ قلقلکم اومد آخه. همون لحظه ویدو اومد و از پس سر به اسکورپین لگت زد و وبسلینگر بهش گفت: اینم از حس سوارکاری من. و بعد از اون وبسلینگر روی زمین لش کرد. اسبش اسکورپین رو شکست داده بود، لگت زده بود توی سرش. مایلز خودش رو رسوند پیش وبسلینگر و شروع به مکیدن سم کرد و سمها رو توف میکرد روی زمین و گفت: لطفا به من نگاه نکن مرد سفید پوست. وبسلینگر هم گفت: باید خودم رو بهت معرفی کنم. من پاتریک هستم، پاتریک اوهارا. وبسلینگر بعد از اینکه هویتش رو برملا کرد، روش رو برگردوند و دید که مایلز رفته، چون کشیده شده بود به یه جهان دیگه. اسم من پیتر پارکره.
و یک کارگاه خصوصی هستم. توی این مدت چیزهایی رو دیدم که باعث میشه کهنه سربازهای جنگ از خوردن صبحونه و نهار و شام بیفتن. زندگی من حتی عجیبتر هم شد وقتی که توسط یک عنکبوت جادویی که از مجسمه باستانی اومده بود بیرون گزیده شدم. نمیدونم اینا واقعی هستن یا دارم هزیون میگم، ولی من اسپایدر گاد رو دیدم. به من گفت که الان برای اون کار میکنم. ما هر دو برای عدالت کار میکردیم، پس منم به تنها روش مرسوم در این شهر بهش پرداختم، با شکستن جمجمه. بعد با دوستای عنکبوتی بیشتری برخورد کردم توی دنیاهای دیگه، و توی یکی از اینها بود که من جونم را از دست دادم. به نظرم همین بود آخر خط. ولی بعد جایی در تاریکی صدایی رو شنیدم، صدایی که قبلا شنیده بودم. تو نمیتونی استراحت کنی پیتر پارکر. اسپایدر گاد: خدمات تنوز تموم نشده. و بعد بیدار شدم در پیله یستار در کوچهی در بخش قدیمی و فاسد نیویورک، درست مثل وقتی که برای اولین بار قدرتم رو به دست آورده بودم، که توضیح میده چرا اینجا هستم. منهتن سال 1933، زمین 90214. مشاهدگر مایلز مورالز هستیم که پشت پنجره خونه ی اسپایدرمن نوار قرار داره. اینجا چه غلطی میکنی مایلز؟ تو نمیتونی از در استفاده کنی؟ مایلز از پنجره وارد شد و بهش گفت که به خاطر وب زندگی و سرنوشت هست که اونجا هست. اما اون منفجر شده و آنیمه پارکرم داشت یک دونه جدیدش رو میباخت، اما اون هم ناپدید شد و حالا وب جدید هم دچار مشکل شده و اون حالا دنبال آنی میگرده. اما یک چیزایی هست که میتونه کمک کننده باشه. مایلز مورالز میگه: من یهو یاد اینجا افتادم. یادم میاد تو قبلا گفته بودی که اینجا یه چیزی شبیه مجسمه یا بت دارید به اسم اسپایدر گاد. یه چیزی مثل اون باید یه جور روح اسپایدری قدرتمند داشته باشه، درسته؟ اسپایدر گادتون این دورو براست؟ نوار گفت: آخرین باری که چک کردم گابلین اونو داشته، اما دیگه پیش اون نیست. نظره چیه بریم زیر چند تا سنگو بگردیم ببینیم چی ازش میخزه بیرون؟ فقط امیدوارم که این مجسمه دست آدمی خطرناکتر از نورمن آزبورن نباشه. اما در جای دیگر یک خانم داشت مجسمه ای رو به یک دستگاه متصل میکرد و میگفت این فوق‌العاده است. اون دستگاه به وضوح قدرت اون موجود اولیه رو میخوند. در گذشته احمقایی بودن که تو رو عبادت میکردن و هر کاری برای خدمت به تو انجام میدادن، اما امروز تو در خدمت منی و در خدمت رایش. اما در کلوب گربه سیاه: بنوشی به حساب آکسومونتانا. این پیشنهاد فقط مخصوص خانم هاست. اما همون لحظه اسپایدر نوار از بالای سرشون ظاهر میشه و بهشون میگه این خیلی تبیزا میزه. آکس از جاش پرید و صندلیش رو چرخوند و فریاد زد: تو کسی هستی که بلاهای زیادی سر من آورده. نوار پرسید: واقعاً؟ به نظر میرسه که کارتو خوب بلدی. مانتانا شلاقش رو توی هوا چرخون تا باهاش مایلز رو بگیره. مایلز با خنده پرسید: واقعا میخوای این کارو بکنی؟ باشه، من آمادم. مایلز به مانتانا که حیرت زده شده بود شوک وارد کرد. بعد از اون نوار آکس رو گرفته بهش گفت: ما اومدیم اینجا تا درباره یه مجسمه یه اسپایدری صحبت کنیم. فقط به ما بگو که اون کجاست، وگرنه تو هم به لطف دوستم دوچار رد و برق میشی. آکس فریاد زد: سب کن. میگم ما سر فروش این چیز لعنتی هزار تا مشکل داشتیم تا اینکه این زن استرام ظاهر شد. بر اساس چیزایی که من میدونم اون لعنتی برای آدولف هیتلر کار میکنه. وقتی که اونجا رو ترک کردن مایلز به نوار گفت: درسته که یه سری اطلاعات گرفتیم، اما من خوشم نمیاد که مردم رو به کشتن تهدید کنیم. نوار بهش گفت: آره خب، زندگی یک سری چیزایی رو سر رات میذاره که ممکنه ازش خوشت نیاد. منم از کشتی‌های پرنده نازی که روی منهتن پرواز میکنن خوشم نمیاد، ولی میبینی که اون دوتا تصمیم گرفتن به ساختمونی که استرام اونجا حضور داشت برن، و وقتی که وارد ساختمون شدن استرام رو صدا زدن و یک باکس پر از زنبور دیدن که به مجسمه اسپایدری متصل شده. اون زن توضیح داد اینجا قدرت و انبا هم آمیخته شده و انرژی عظیم بوت اسپایدری با حشرات مورد علاقه من یعنی زنبورها ترکیب میشه و منو تبدیل میکنه به خدای زنبورها. زنبورها حمله ور میشن و افرادی که اونجا بودن مجسمه اسپایدری رو از اون دستگاه جدا میکنن. مایز و نوار پریدن و هر کسی که اونجا بود و با تارهاشون بستن. نوار گفت: حالا متوجه شدم که چرا اون مجسمه منو برگردونده. اون نمیخواد که برای هیتلر کار کنه. حتی اسپایدر گادهای قدیمی هم استانداردهای خودشونو دارن. تنها چیزی که من متوجه نمیشم اینه که چرا لوله شیشه‌ای پر از
اما قبل از اینکه بتونه حرفش رو تموم کنه شیشه شکست و استرام با اون شکل زنبوری جدیدش شروع به پرواز کرد. مایلز متوجه شد که چه خبره و گفت: میدونستم شما یه نازی زنبوری میخواستین و حالا یه نازی دارین که از زنبور ساخته شده. استرام بهش گوش زد کرد که اون حالا اسم جدیدی داره: مادام سوار. نوار کل اتاق رو با تار پوشون تا بتونه جلوی استرام رو بگیره و به مایلز گفت: باید از اینجا بریم. و همین که داشتن از اونجا میرفتن بیرون، مادام سوار فریاد کشید و گفت: شما دوتا خیلی احمقید. من هزاران زنبور در سایزهای مختلف دارم. و همون موقع بود که سایز مادام سوار و زنبورهاش بزرگتر شد. نوار گفت: یه ایده دارم. من قبلا توی مجله خونده بودم که توی اون بالون‌ها پر از هیدروژنه. و مایلز گفت: میبینی که اونا دارن دور میشن. خب ببینم چی کار میکنی مایلز. و مایلز فریاد زد و گفت: از سر رام برو کنار. و بعد یک انفجار به سمت یک بالون فرستاد و از درون منفجرش کرد و همه ی اون زنبورها توی آتیش سوختن. اون دوتا با هم دیگه یک دست تار عنکبوتی بزرگ ساختن تا اون بالون تیکه پاره شده رو بگیرن. مایلز گفت: اوه جامعه ی زنبورا. و نوار بهش گفت: من همیشه فقط نصف چیزایی که میگیرو میفهمم. وقتی اوضاع آروم شد، نوار مجسمه رو به طرف مایلز پرتاب کرد و مایلز پرسید: دیگه بهش احتیاجی نداری؟ اگه دوباره کشته بشی دیگه کار تمومه. نوار بهش گفت: بهتره که به درد بقیه هم بخوره. بگیرش و کاری که باید بکنی رو انجام بده. من 45 سالم و مشتم برام کافیه. مایلز گفت: اوکی، راستی تو همیشه خیلی باحال حرف میزنی ها. تمرین میکنی نه؟ و قبل از اینکه نوار بتونه جوابش رو بده، اون به یک جهان دیگه کشیده میشه. آره خب، من تمرین میکنم. قدرت زیاد مسئولیت زیادی به دنبال داره. ولی این به اون معنا نیست که نتونی براش یکم کلاس بذاری. این بار به جای یک جهان دیگه، اسپایدر زیرو مایلز رو به همون جهان اول، یعنی لومورد برگردوند. همون جایی که همه این داستان‌ها شروع شد. اسپایدر زیرو گفت: پیداش کردم مایلز، پیداش کردم. و گروهی از عنکبوتا رو هم بسیج کردم که برش گردونم. اسپایدر زیرو به مجسمه‌ای که مایلز آورده بود نگاه کرد و گفت که حواس اسپایدری اون نمیتونه آنیمه رو پیدا کنه، چون آنیمه در هیچ جهانی نیست. این مجسمه مثل یک آنتن تقویت کننده سیگنال از یک بافنده بزرگ عمل میکنه و باعث میشه من حس کنم که آنیمه کجاست و من متوجه شدم که اون توی خود تار گیر افتاده. منظور توی شبکه است؟ آره، توی شبکه گیر افتاده. همه ی عنکبوتی‌ها پریدن بالای سر شبکه و اسپایدر زیرو فریاد زد: صبر کنین، من احساس درد دارم. درد در همه جا. و بعد افتاد روی زانوهاش و ادامه داد: این شبکه زنده است. قدرت تار زیاد شده و تو خودش پیچیده و زیاد و زیادتر شده. اون درد داره و نمیدونه چرا. اون داره این درد و وحشت رو توی شبکه پخش میکنه. اون فسادم به خاطر همین بود. آه، اون تمام این چیزا رو داره احساس میکنه. اون میخواد که ما بریم. حواس اسپایدری همه فعال شد و همون لحظه چند تا پورتال باز شد و هیولاها ازش ریختن بیرون. اسپایدر زیرو گفت: اون پورتال از زمین 51778 و هیولاهای اونجا اومدن تا جلوی دسترسی ما به انیمه رو بگیرن. مایلز پرسید: اونا دیگه کیان؟ و اسپایدر زیرو جواب داد که اونها ارتش آیرون کراس هستن و برای نابود کردن اسپایدرمن ساخته شدن. همه شروع به حمله کردن و مایلز گفت: با افراد عنکبوتی که ما داریم ازشون استقبال میکنیم. ادبشون کنید عنکبوتا. همه عنکبوتی ها داشتن مبارزه میکردن. اسپایدر پانک، لورد اسپایدر، وب اسلینگر. همون لحظه اسپایدر زیرو به مایلز گفت که اونها باید برن داخل شبکه و اگر آنیمه ای رو نجات ندن، اوضاع خرابتر از چیزی که الان هست میشه. همه داشتن مبارزه میکردن و مایلز به این نتیجه رسید که اونها به اسپایدرهای بیشتری برای پیروز شدن احتیاج دارن. همون لحظه بود که یک پورتال دیگه باز شد و یک ربات غول پیکر ازش اومد بیرون و فریاد زد: برو لئوپاردن، خدای شیاطین، امپراتور مرگ، رها ساز جهنم. ربات ایستاد و به یکی از هیولاها لگد زد و اسپایدرمن ژاپنی پرید روی شونش و فریاد زد و گفت: خدا، اسپایدرمن. مایلز گفت: تا کویا؟ به نظرم کافی باشه. اسپایدر زیرو هم گفت: نمیدونم چرا انتظار اونو نداشتم. در حالی که بقیه اسپایدرها با هیولاها درگیر بودن، مایلز و اسپایدر زیرو داشتن فکر میکردن که چجوری میتونن اون شبکه رو باز کنن و آنیمه ای رو از اونجا آزاد کنن. اونا دیگه داشتن ناامید میشدن که یهو اسپایدر زیرو دستش رو توی شبکه فرو کرد و ناگهان شوکی از درد وارد بدن دختر جوان شد و بعد صدایی رو حس کرد: درد داره، فقط درد داره. اسپایدر زیرو سعی داشت که به شبکه بگه که اونها برای کمک اونجا و میدونه که حس درد و ترس چجوریه. حس این که همه چیزت رو از دست بدی. اسپایدر زیرو زندگی خودش رو به اشتراک گذاشت
و خودش رو فدا کرد و ناگهان گره باز شد. مایلز وارد مرکز گره شد و دید که آنیمه اونجا گیر افتاده. مایلز صداش کرد و آنیمه ازش پرسید که خودتی؟ اما شبکه فریاد زد. نه، خیلی درد داره. اسپایدر زیرو به شبکه گفت که اگر آنیمه رو اونجا نگه داره باعث کشته شدنش میشه و به اون احتیاج داره. ناگهان مایلز و آنیمه خودشون رو از داخل شبکه کشیدن بیرون. آنیمه میخواست بدونه که چه اتفاقی افتاد، اما هیچکس نمیدونست که چه اتفاقی افتاده و اونها چجوری موفق شدن که از اون تو بیان بیرون. اما آنیمه میدونست که طراحه و اونه که میتونه اوضاع رو درست کنه. شبکه داشت از تنهایی گریه میکرد و اسپایدر زیرو بهش گفت نه، من اینجا درست کنار تو. آنیمه به همه گفت که از اینکه بهش کمک کردن ممنونه و حالا وقتشه که همه اونها رو بفرسته خونه شون. همه اونها به درون پورتال هایی کشیده شدن و رفتن به سمت خونه هاشون و ناپدید شدن. مایلز متوجه شد که اسپایدر زیرو هم ناپدید شده. همون لحظه شبکه به اسپایدر زیرو گفت که دیگه دردی نداره و اسپایدر زیرو هم بهش گفت دیگه درد نداره، دیگه تنهایی وجود نداره، بهت گفته بودم که باهات میمونم. اسپایدر زیرو همراه شبکه به نابودی و نیستی کشیده شد و مایلز پرید و اسپایدر زیرو رو گرفت و ازش پرسید این چه کاریه؟ همه با تکون شدیدی به زمین برگشتن. مایلز پرسید شبکه رفته یا نه و اسپایدر زیرو گفت آره شبکه رفته، اون شرور نبود، اون فقط ترسیده بود و درد داشت، فقط تنها بود. و بعد همه با هم خدافظی کردن و وقتی که مایلز به خونش برگشت اسپایدر زیرو با خودش گفت توی هر دنیایی یا هر کی که باشی اسپایدرها همیشه برای کمک حاضرن. و در اینجا بخش آخر مجموعه اسپایدر ورس به پایان میرسه. امیدوارم که از تماشای این مجموعه لذت کافی رو برده باشید و اینکه دمتون گرم تا اینجا همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و تا فاکتور بعدی خدا نگهدارم.